با نام یاد خدا با سلام خدمت شما دوستان همراهان و علاقمندان به رشته شناسی با یکی دیگر از کلیپ های شناسی با شما هستم و در این قسمت میخوام مگیاس موس و چرا در جواهرات از این مگیاس استفاده میشه رو خدمت شما توضیح بدم در سال 1812 میلادی شخصی به نام فردریش موس معدنشناس و زمینشناس آلمانی این مگیاس رو ابدا کرد که قابلیت این مگیاس قابلیت مقاومت خراش یک ماده سختتر بر روی یک ماده نرمتر رو نشون میداد برای سنجش سختی سنگ ها از ده کانی استفاده شد که از لحاظ سخت بودن هر کدام یک درجه کامل فرق دارند زیرا بعضی از کانی ها از همدیگر نیم درجه یا به صورت کسری تفاوت دارند و با خراشیدن یکی بر روی یکی دیگر از این ده کانی می توان سختی سایر کانی ها را با آنها مقایسه کرد دوستان عزیزم این شخص فردریش موس هستش که این مگیاسو ابدا کرده در ادامه دونه دونه روی تصویر توضیح میدم که سنگ ها رو هم بشناسید خب دوستان سختی درجه یک در مگیاس موس سنگ جیپس هستش و اما درجه سختی دو متعلق به تالک هستش که تو تصویر مشاهده می کنید. سختی درجه سه متعلق به این سنگ یعنی کلسیت هستش که در رنگ های دیگه هم وجود داره. درجه بعدی درجه سختی چهار متعلق هستش به سنگ زیبای فلوریت که در رنگهای دیگه مثل بنفش وجود داره درجه سختی پنج متعلق هستش به این سنگ که اسم این سنگ آپاتیت هستش درجه سختی شش به گروه سنگ های فلد اسپار هستش که تو تصویر مشاهده می کنید و سختی درجه هفت متعلق به خانواده بزرگ کوارتز هستش کلیپ هایی در مورد سنگ های خانواده کوارتز ساختیم که فرصت کردین حتما تماشا کنید سختی درجه هشت متعلق هستش به این جواهر زیبا یعنی توپاز که در رنگهای دیگه هم وجود داره که یک جواهر به نام و زیبا هستش که جواهر دوستان این سنگ به خوبی میشناسن دوستان حتما سوال دارین که مثلا خانواده بریل چی میشه این وسط که تو این جدول قرار ندارن ولی بعدا توضیح خواهم داد که چه شکلی هستش خب سختی درجه نه به متعلق هستش به خانواده کروندوم که انواع یاگوت ها رو شامل میشه و سختی ده که آخرین سختی در مگیاس موس هست متعلق هستش به سنگ و جواهر زیبای الماس